قصر دارلمان در غرب شهر کابل. این قصر که نماد استقلال افغانستان پنداشته می شود در حال بازسازی است و قرار است که به زودی به بهره برداری سپرده شود. شهر کابل پایتخت افغانستان نیز به مناسبت 100مین سالروز استرداد استقلال این کشور رنگ دیگری گرفته است، مزین با پرچم های افغانستان و تصاویر محصل استقلال این کشور. به استقلال بسیار مردم خوش هستند، زیاد مصارف شده، زیاد مردم خوش هستند و ما خودمون خوش هستیم، باید جشن بگیریم همیشه. ولی امنیت باید داشته باشیم که استقلال گرفته شود، نشه که مثلا انتحاری است، انفجارات است. باید مردم استقلال خود به یک آرامش، به یک چیز استقلال بگیرند. موزیم ملی افغانستان هم از این قلم تاریخی رونمایی کرد. 100 سال قبل سند استقلال این کشور توسط این قلم توسط امان الله خان امضا شده بود. اینجا هم ویژه برنامه به مناسبت سالروز استرداد استقلال افغانستان برگزار شده است. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید که راه حفاظت از استقلال گذار افغانستان به سوی خود کفایی است. تکی ما ماتل باشیم که خیرات از خارجی ها باید برم. علی میبینین وقتی که گپ جدی میشه خارجی ها بسیار با ما علاقه ندارن، مثل که زیادتر علاقه با طالبان دارن. همینطور نیست؟ ما باید بفهمیم که ما با پای خود باید ایستاد شویم. اینمی کشور ما هستن. نمایشگاه عکس های تاریخی اجتماعی بخش دیگر ویژه برنامه بزرگ داشت از استقلال بود که با هدف ترغیب جامعه برای توانمندسازی زنان برگزار شده است. امان الله خان، شاه پیشین افغانستان، 100 سال پیش در چنین روز استقلال این کشور را از بریتانیا اعلام کرده بود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.